بسم الله الرحمن الرحیم آموزش احکام نماز قرائت قسمت سوم گفتیم که توی رکعت های اول و دوم نماز یه حمد و یه سور از قرآن باید قرائت بشه ولی در رکعت های سوم و چهارم یا باید یک بار سوره حمد قرائت بشه و یا اینکه ذکر تسبیحات اربعه خونده بشه به طور دقیقتر تر نمازگزار میتونه در رکعت سوم و چهارم یک بار سوره حمد و تلاوت کنه و یا اینکه سه مرتبه بگه سبحان الله والحمدلله لله ولا اله الا الله والله و اکبر البته قرائت این تسبیحات از قرائت سوره حمد سواب بیشتری داره حتی در قرائت تسبیحات به یک بار قرائت هم میشه اکتفا کرد اگه نمازگذار بخواد حمد بخونه اما اشتباها تسبیحات به زبونش بیاد یا به عکس بخواد تسبیحات بخونه ولی حمد به زبونش بیاد قرائتش صحیح نیست و باید برگرده و دوباره حمد یا تسبیحاتو بخونه ولی اگه هر دو در نیتش بوده هر کدوم که به زبونش بیاد کفایت میکنه حالا اگه کسی در رکوع یا بعد از اون شک کنه که تسبیحات یا حمدو خونده یا نه نباید به شکش اعتنا کنه اما اگه هنوز به اندازی رکوع خم نشده احتیاط واجب اینه که دوباره بیسته و تسبیحات یا حمد و بخونه واجبه که نمازگذار حمد و تسبیحات اربعه رو در رکعت های سوم و چهارم آهسته قرائت کنه و اگه میخواد سوره حمد و بخونه بنابر احتیاط واجب بسم الله الرحمن الرحیم رو آهسته بخونه مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله العظمى مکارم شیرازی